میخوام در مورد دلالیست در فوتبال ایران باهاتون صحبت کنیم. شما سالها در باشگاه پرسپولیس در سمت مدیر عامل حضور داشتین، قراردادهای زیادی رو بستید و از این جریان تقریبا شاید آگاه باشین و دیده باشید این جریان دلالیست رو. صحبت میکنید ابتدا در مورد این مسئله؟ من فکر میکنم یه خود به این ادبیات موضوع اگه خوب پرداخته بشه شاید در توالی صحبتمون راحت‌تر بتونیم جمع‌بندی داشته باشیم، و اون اینه که عبارتهایی رو ما بعضاً یا ترجمه میکنیم یا به کار میبریم شاید با اون مفهوم اصلی که اون نقش و وظیفه داره همگون نباشه یا متناسب نباشه. برای مثال ما میگیم ایجنت، این ایجنت رو میگیم واسطه، دلالی. حتی آیین‌نامه ای که در سازمان لیگ و فدراسیون براش مترتب هستن اینو واسطه‌گری و دلالی تعریف کردن. خیلی دو جاها در محافل در رسانه ها اینو به نام دلال میدونن، اما واقعیت معنی ایجنت، حالا نمیخوایم به مفاهیم انگلیسیش خیلی چیزه، ولی واقع قضیه اون ارتباطی که در رابطه با بازیکن یا مربی، کادرهای مختلف با باشگاه صورت میگیره، این نمایندگی میگیره. یعنی خودش به عینه از طرف اون شخص اصلی هست، نه اینکه فقط در هنگام انعقاد قرارداد یک حضوری پیدا کنه یا در قبلش ارتباطاتی رو برقرار کنه و در نهایت بشه ایجنت و بعد از انعقاد قرارداد دریافت حق و سهم خودش باید دیگه پیداش نشه. این نافی اون معنی واقعی ایجنت. شما در تعاریف خارجی نمونید و خواهش میکنم اینو جستجو کنید در حوزه آمریکای لاتین، در حوزه اروپا، در تمام حوزه‌هایی که فوتبال رشد خیلی خوب و قابل توجهی داشتن، عموماً این ایجنت ها دارای یک بار حقوقی هستن، کاملاً آشنا به روابط حقوقی که حاکم بین قوانین فیفا، حالا در حوزه آسیایی AFC، در حوزه های اروپایی، با شخصیت حقوقی مثل باشگاه، با بازیکن باشه، با کادر فنی باشه یا هر کسی دیگه ای که باشه، کاملا اینا بار حقوقی خوبی دارن و همین باعث میشه که بیان به عنوان امین، به عنوان نماینده اون طرف وارد صحبت بشن. ببینید خیلی نقش فرق داره. تا اینکه ما بخوایم بگیم که ما میخوایم بلفظ جنابالی بنده یا کسی دیگر رو ببریم در یک جای بگماریم، ببین این خیلی فرق داره. طبیعت خوب بازار فوتبال، صنعت فوتبال، تیمهای به شرایطی که دارن نظر اقتصادی شاید بهتر باشن، تیمهایی هستن که ایجاد و مولد پولن. شما مثلا در حوزه اسپانیا خیلی تیمها هستن اصلا بازیکن میپرورونن، آکادمی های خیلی خوبی دارن، قوی دارن، یا خود حتی باشگاهی بزرگ مثل بارسلون و با رئال، مخصوصا شما نگاه بکنید تو بارسلون میبینی یک بخشی از درآمد و بودجهشون رو تخصیص میدن بگه بازیکن درست کن و اینا رو بفروشن یا حتی اجاره بدن، یعنی اینا جزء بودجهشون میارن. دقت میکنید؟ خب ببینید اینا با چه ترتیبی میرن؟ دقیقا این ارتباطاتی است که این نمایندگان صورت میگن فلان باشگاه فلان بازیکن میخواد یا اون چنان بازیکن، یا اصلا نمیخوام تو این منطقه بازی کنم، به مسائل خانوادگی دارم یا شرایط محیطی اونجا خیلی با ادبیات و فرهنگ من نمیخونه. خب ببینید نقش این افرادی ضمن رعایت قوانین بالادستی که فیفا باشه که اینا باید اینا رو رعایت بکنیم. ما متاسفانه چیزی که در اینجا روال پیدا کرد با تزریق پولهایی که نباید اینقدر شاخص ها رو میکشید بالا، خب نقش اینا خیلی رنگ پیدا کرد به دلالی تا اون نقش نمایندگی واقعی و دارای بار حقوقی. منظورتون ببخشید ساعت صحبتتون رو، یعنی یه مقدار تو ایران معنی کاری که دارن اینا انجام میدن با
کاری که تو فوتبال دنیا داره انجام میشه متفاوته. من میتونم بگم درصد خیلی بالا، بالای 95% اینجوریه. بله داشتیم، افرادی داشتیم که خودشون وکیل بودن، واقف بودن. اینا خیلی اتفاقا کمک هم میکردن. یعنی ما بعضا میخواستیم یه بازیکن رو کار بگیریم، بنا به دانش فنی این وکیل هاشون میگفت این شرایط رو دارن، اگه بخواد بیاد باید یه همچین مسائلی طی بشه. اینا خب ببین اینا اثرگذارش خیلی خوبه، هم به نفع خود اون بازیکن یا اون کادر فنیه، هم به نفع باشگاهه. ولی کسایی که فقط صرفا میگفتن آقا یه کسی هست، حالا خیلی جالب بود، حتی از حوزه های بیرون محدوده ایران مثلا بازیکن میخواستن بیارن با چهار تا فیلم و چهار تا مثلا حرکتی که در یک جای گلی زده یا یه حرکتی کرده، این خیلی بازیکن خوبیه و اینا، وسط که خب اگر یه وکیل خوش داره این به درد شما میخوره یا نمیخوره. صرف معرفی کردن، صرف گرفتن حق و سهم نافی اون مسئولیته. خب ببینیم ما به این بیتوجهی کردیم، خب نقش اینای دائم زیاد میشه. و از یه منظر دیگه هم حالا به مطلب من نگاه میکنم، چنان که خودم اینو میدیدم، ابتدا هم یکی از بازیکن داشت از صلاح نباشه اسمش هم بیارم، اینا وقتی ما قرارداد رو باش بستیم اینا، بنا یه موردی هم میخواست یه چند روزی هم از آقای برانکو یه اجازه بگیره برای یه امر خیر اینا بود، گفت اگه میشه مثلا من یه دو روز دیرتر برم سر تمرین به خاطر اینکه یه همچین مطلبی دارم. خب میدونست ارتباط من با آقای برانکو چجوری اینا، من زنگ زدم اجازه ایشونی گرفتم اینا. و یه مطلب عجیبی گفت اونجا، من اولین بار این مطلب، خب شاید مثلا تو حاشیه میدونستم خیلی، ولی اونجا دیدم نه مثلا این موضوع اومده تو متن. و ایشون گفتش که شما تنها کسی هستی که از من پول نگرفتی. اصلا جا خوردم، گفتم که مگه شما به کسی پول گرفتی؟ شما ایجنتی داری، کسی داری؟ گفت نه، همه حاشیه قضیه پول میگیرن تا شما به اینجا برسی. یعنی بازیکنی که باهاتون با مدیر قرارداد می‌بنده به مدیر کل از دوره‌های قبل، نه فقط ببینید الان کلا ما در مورد یه بازیکن نیست، ما در مورد پدیده جدید داریم صحبت می‌کنیم که یک بازیکن یه مطلبی بیان کرده به منزله اینکه مدیر باشگاه هم از من پول می‌گیره. غیر مدیر با همه. ببینید من می‌خوام اینو بگم، الان تمام توجه با این مطالبی که اخیراً خیلی تو رسانه‌ها بود و صدا و سیما و جراید و اینا داره الان مطرح میشه که بحث مثلا این واسطه‌گرها و دلال‌ها مثلا اینقدر میگیرن و هیچی نمیدن، همشون خب توجهشون به تیمای لیگ برتری بخصوص تیمای حالا خیلی به نام خیلی رو اینا توجه دارن، غافل از این که اینا همه جا هستن، غافل از این که نه اینا، ببینید دقت کنید، من میخوام بگم دست یک، دست دو، دست سه، و اینا فقط اینا نیستن، دقت کنید، من میگم این فرایند آلوده شده. یعنی از شما چه بسا ابتدای کار شما تو محلات بخوای بازی کنی، بعد شناخته بشی، بری در یه باشگاهی، حالا با توجه به سن شما، تو رده شما بازی کنی، همونجا آلودگی هست. ببینیم ما الان توجهمون همه رفته به سمت یک واسطه‌گر، به واسطه یک دلال که مثلا اینا هستن، این دوتا، این ستا، این فلان هستن. من میگم فرایند آلوده شده. من با توجه به ارتباطاتی که میرم بعضا به اندازه کاری که از شاید خارج از تهران بدن بیرون از تهران مثلا کارشان خیلی مراجعه میشه و که آقا فلان کس اومده فلان گفته اینقدر اگه بدی مثلا میدونیم اصلا تعجب میکنم. اینا اصلا مولد چیز نیستن، مثلا بخوایم بریم تست بدیم پول میخوام، توی تست دادن اونجا یه ارتباطاتی باید برقرار بشه تا شما مورد نظر بیایی. من میتونم اینو دارم میخوام بگم یه جوری دارم میخوام بگم، میگم این فرایند آلوده است. ما تو فوتبال پایه آقای دکتر خیلی در مورد این موضوع میشنویم که حتی بازیکن پولی میگن یه بازی تیمی نمیدونم آقای تاج بود فکران کی بود میگفتن که یه تیمی مثلا 30 تا بازیکن میتونه در واقع اسم بده ولی 100 تا بازیکن در واقع تو لیستش هست،
توی تیمش هست که همشون اکثرا پولی هم و با پول اونها تیم اداره میشه. ما حالا یکم بخوایم بیایم بالاتر و به رده بزرگسال در واقع بزرگسالان و لیگ برتر برسیم، عددها خیلی بیشتره. طبق آمار رسمی سازمان لیگ فصل گذشته 2500 میلیارد تومان 16 تا تیم باشگاهی لیگ برتر ما خرج کردن. اگر فرض رو بر این بگیریم که این عدد واقعیه و بیشتر از این نبوده، باز هم خودش خیلی عدد عجیب غریبیه. 2500 میلیارد تومان بخواین صریح صحبت کنید، به نظرتون چقدر از این پول صرف آدم‌های واسطه، دلال‌ها و کسایی که ارتباط زیادی یعنی مربوط به فوتبال نبودن شده؟ من میگم خیلی بیشتر از اینه. بیشتر از اینه به جهت اینه که شما نتیجه کار دقت کنید. ما داشتیم میرفتیم به طرف قراردادهای بلند مدت. الان قراردادها چجوریه؟ عموما یک سال است. یعنی تو هر رفت و آمدی، حتی تو دو ساله هم میخواد فسخ بشه، تفاهم بشه، خودش داره پول جا به جا میشه. شما از اینا غافل نباشید. خیلی اینا مستندش روی کاغذ نیست که آقای تاج یا امثالهون میان مثلا ذکر عدد میکنن. اونا رو کجا میبینیم؟ یعنی اینا هم هست. من میگم غیر از اینها تو این فرایند از اون روز اولی که بخواد بیاد با کسایی که ارتباط داریم داره این عددا جا به جا میشه. وقتی اینو من میخوام حالا یه نکته دیگه اضافه کنم به اون فرمان شما، شما به اون عدده رو نگاه میکنی میگه این عدد مثلا داره آسیب میزنه یا عدد رفته از دلال، حالا غیر از اینکه مالیاتشو میده نمیده که عموما نمیدن نه، برای این درآمدهای که بالاخره داره کسب میشه به طبق قوانین مملکت، بالاخره اینا باید یه حق و سهم خودشون رو به دولت و به تشکیلات بدن. لکن شما از این منظر نگاه کنید که این مقدار پول فقط آسیبش همین رو میبینید شما؟ یا فقط مثلا من میگم چند ده برابر این داره جا میشه، فقط همین آسیب؟ آسیبشون فرهنگیه که مستولی شده نیست؟ آسیبشون پدر مادری که دلشون میخواد مثلا بچهشون دیده بشه نمیشه، خودشون رو به زحمت میندازن. برای من بود و من میدیدم خیلی نگران. این آسیبا رو، آسیبای اجتماعی رو ما کجا میتونیم ببریم؟ اون آسیب اجتماعی که جوانی که میبینه بنا به شرایطی خیلی شرایطش بهتره میتونه، اما چون نمیتونه این ارتباطات مادی رو برقرار کنه و به چشم بیاد و کسی که از نظر تکنیکای فردی یا کسب تکنیک‌های گروهی پایین‌تره ولی می‌بینید که در اون مستطیل سبز از این نیست، این آسیب اجتماعی نمی‌بینه؟ اینو با چی میشه اندازه گرفت؟ ما از اینا غافلیم و تعجب من بر اینه، همیشه اینو گفتم، ما مشکل اینه که سازمان‌های بالادستی وقتی کوتاهی می‌کنن برایش وقت بذارن، برایش تدبیر کنن، درایت کنن، برنامه کنن، پایش کنن، نتیجه کارو ببینن و دوباره اینو هی به اینو کنن. ما اصلا اینو نمیبینیم. با ذکر گفتن یک عدد از سوی یک مسئول آیا مسئله حل شد؟ ببینیم مشکل اینجاست. بالاخره اون واسطه گرد دلش میخواد که ببره، اونم نیست. مطمئن باشی یه گروهی هم هماهنگ میکنن چگونگی فرد بیاد، چه ارتباطی برقرار بشه با مثلا سرمربی، چه ارتباطی قرار بشه با مثلا اون کادری که مثلا اینو میخواد ببینه، بعد اون مثلا لانسه بکنه، تعریف بکنه، لابی بکنه که آقا اینو معرفی کن به باشگاه، من اینو میخوام فقط. مثلا اون زمان ما خودم یه دفعه اول کار که بود آقای برانکو مثلا گفت اینا رو میخوام، سال بعد دیگه کار تموم شد و لیست لو رفته بود تو رسانه و اینا. خب طبیعتا رسانه تا میبینه خب میزنه دیگه، فرهنگیز که هست اینا. خب عوارض خیلی بدی برای ما داشت، خب یه مقدار بودجه ما رو متأثر میکرد به اینکه باید عدد رو ببریم بخوره بالا. سالهای بعد دیگه با تجربه که داشتیم با ایشون نشستیم دیدیم به هیچ عنوان یه اس نده. واقعا خودت به دو سه تا اس برس که اگر نشد، حالا خود بازیکن دلش نمیخواد اصلا بیاد اینجا، یا بعضا به شرایطی که هست دلش نخواد اینجا باشه، در یه تیم دیگه ای مثلا بره، ما نفر دو و سه داشته باشیم، باشم مذاکره کنیم با کسی دیگه. ببین اینا یه مقداری کارو بهتر میکنه، اما
پلن اصلی، برنامه اصلی باید در دست اون سازمان بالادستی فوتبال ما باشه. چگونه این کارو کنترل کنه؟ این آسیب ها به فوتبال نرسه، چون یه خود غافل بشید نیروهای مستعد، نیروهای قابل، اینا میان پشت خط و به قول ما میگیم پشت استادیوم، نیروهایی که با درجه کمتری هستن اینا وارد مستطیل صرف میشن، خب نتیجهش هم به دست نمیاد. آقای دکتر یکم میخوایم ریزتر به موضوع نگاه بکنیم. اول صحبتاتون فرمودید که در واقع اشاره کردید به داستان ایجنت و دلال. در اروپا یک تعریفی براش وجود داره، در ایران یک تعریفی وجود داره. در ایران چون که من میدونم حتی امتحان رسمی در فدراسیون فوتبال در واقع از اینا گرفته میشه و طرف میتونه به عنوان ایجنت فعالیت کنه. سوال اینه که ما به چه کاری میگیم دلالی در فوتبال؟ این دلالی که واژه در فوتبال داره دائما به سر زبون ها میاد به چه کاری؟ معنیش چی؟ یعنی ما چه کاری رو ببینیم بهش میشه بگیم دلالی؟ اولا که اون امتحانی که انجام میشه اینا اون ظاهر کاره، ولی واقعا همون تعدادی که الان اسامیشون رو سایت فدراسیون هست اینا، آیا فقط همینا؟ هم شما ها میدونید هم همه میدونن چند ده برابر اینا فعالن، چند ده برابر اینا تو لیگای پایین تر فعالن، تو رده های دیگه فعالن که اصلا اسمشون هم نیست، بحث امتحان هم نیست. یعنی کجا شما مثلا رفتی ببینی یه ایجنت توی بحث امید، نوجوانان، جوانان پایه داره کار میکنه؟ هیچ که کار نکرده، درسته که وجود داره، درسته که دارن کار میکنن. ما فکر میکنیم حالا داشتن یه سرتیفیکیت، یه گواهینامه بر اساس یک امتحانی که داده شده ما مثلا ایجنتیم. نه، ما اصلا دنبال چیز دیگه باید باشیم، دنبال اون که این امین و نماینده واقعی اون بازیکن باشه، چون بازیکن که اون دانش کامل رو نداره به قوانین. آخه یه نکته بگم خدمتتون، ما خیلی اصلا چیزی به اسم این نماینده نداریم. ما الان چیزی که توی فوتبال میشنویم آقای دکتر اینه که یه جریانی، یه شبکه گسترده ای از دلالیس وجود داره، هر کسی با اینها کار بکنه هست، هر کسی با اینها کار نکنه زمین میزنن. الان تو صحبتاتون اشاره کردید بحث رسانه رو، فهمیدید که تو یک رسانه میگن که تیتر بزن. میخوام یکم مساقی در مورد این موضوع صحبت کنیم. رسانه زرد مثلا کاری به همه رسانه؟ نه، بعضی همشون نیستن. آره خیلی همه نیستن، قطعا همه خیلی از جرایدی ما خیلی خوب کار میکنن. نه، میخوام مثلا آقای جلالی میگفتن که این ایجنت ها و دلال ها توی مرکز تصمیم گیری فوتبال آدم دارن که به اهداف خودشون برسن، توی رسانه ها آدم دارن، توی باشگاه ها آدم دارن و به واسطه این اگر یه بازیکنی رو بخوان بزنن زمین میزنن، اگر نخوان بزنن زمین ببرنش بالا میبرن بالا. میخوام یکم در مورد این یکم مستاقی تر، یکم ملموس تر صحبت کنیم. نکاتی که شما میگین کاملا درسته، یعنی اینکه به حال کلی تر دارید صحبت کنیم، یکم ریستر نگاه کنیم، مستاقی تر بهش نگاه کنیم، چون شما خودتون هم قطعا به عینه دیدید بازیکنی که میاد باهاتون صحبت میکنه، ایجنتی که میاد باهاتون صحبت میکنه. ارتباطاتی رو بعضا خیلی از این ایجنت ها همون زمان انجام میدادن، ما اینا رو قطع میکردیم، اجازه ورود به ساختمون هم نمیدادیم بهشون. چرا؟ میگویی شما امین نیستید دیگه، شما دارید یه ارتباط دیگه برقرار میکنید. چه ارتباطی میشه؟ مثلا همین، مثلا اینکه فشار بیارن، حالا چه در زمان نقاط چه در عین قرارداد، مثلا شرایط ایجاد بکنن، امتیازاتی رو بخوام بگیرن. خب چطور اینو میشه روایت کنید حداقل برامون چطور فشار ایجاد میکردن؟ چرا الان میدونید من میخوام به این برسم که خیلی ها شاید ندونن فشار ایجاد کردن اینها از چه طریقیه. یک بازیکنی به شما معرفی میشد از توی آی برانکو که جذب بشه، بعد چه فشار ایجاد میشد که مبلغ بازیکن بالا بره؟ یا ببینید من عرض کردم در دفعه اول، خب با توجه که اسم در میرفت و بعد دلیلی، خب رقم شاید مثلا دو برابر میشد. به چه جهت؟ آقای برانکو منو خواسته. تیم کجاست؟ تیم پرسپولیسی، کم باشگاهی نیست. خب طبیعتا تا میتونی اینو بگین. از این طرف من میخوام اینو بگم، یه مقدارش بارش میفته دست خود باشگاه باید اینو فرهنگ کنه، بنا به شرایط و تمکن مالیش ارتباطاتش رو برقرار کنه. اگه اینو نکنه دائم این زیاده خواهی ها هست. بعد در مورد پکیجی بستن تیم، در واقع پکیجی معرفی کردن بازیکن ها هم میخوام صحبت بکنید.
من شنیدم که مثلا ببخشید من شنیدم که یه ایجنتی شما یه بازیکنی رو میخواین، میان بهتون میگن که مثلا باید این سه تا بازیکنم بگیری که من یه بازیکن رو بهت بدم. در مورد این موضوع هم صحبت کنیم. توی حالا از قول برخی از مربی ها ما شنیدیم، من خودم آقای جلالی مطرح کردن، یه سری خود آقای ویسی تو برنامه یکی از برنامه تلویزیونی صحبت کردن و گفتن که من یه بازیکن رو میخواستم، پنج تا بازیکن دیگه بهم گفتن باید بگیری تا یه بازیکن رو برات بیاری. آیا تو پرسپولیس اتفاق افتاد تو این سالها؟ تو اون زمان بنده نبود، اینجوری نبود، اما اینکه اگه مثلا این بازیکنو میخوای شرایطش اینه و اون اعمال نظر میکرد، اعمال یعنی خود بازیکن خیلی واقف نبود، این نشون میداد که این داره شرایطی ایجاد میکنه که بتونه هر سال یک شرایط جدید بذاره. خب ما برای یه بازیکنی که جوون سن پایین تر داره، خب طبیعتا دوست داریم دورش بالاتر باشه، چون تازه تو اینجا جا میفته با سبک مربی، با روش هایی که داره، این خیلی بهتره که بمونه دو سال، سه سال، چهار سال مثلا بمونه اینا. ولی شما مثلا میبینی که اینو میخوان دورای یه ساله ببندن، قطعا بدونید که این عوارضش بیشتره، اینا همینجوره، ولی اونو باش مقابله میکردیم. این داستان من شنیدم متاسفانه جون شده و این بیانه بسیار روشنیه که دارن یعنی ارتباطات غیر برقرار میکنن. کسایی که در اندازه اون کار نیستن، ما داریم تعریف اون مسئولیت رو میکنیم براشون. خب عوارضش که میبینه، باشگاه میبینه، هوادار میبینه، اینا خیلی آسیب میزنه. و من خودم خیلی روی این قضیه فکر کردم، یه راهکارهایی هم بهش رسیدم که با توجه به این شرایطی که داره پیش میاد، اولا که به نظرم میاد همه جا هم هست، فدراسیون و سازمان لیگ اینو اصل بکنه که هر بازیکنی باید یه ایجنت داشته باشه، حالا حقیقی یا حقوقی بشه از قشنگ مشخص بکنم، و اگه معلوم بشه که غیر از این ارتباطات با جای دیگه برقرار شده براش، حتی شده که مثل اینایی که مثلا مالیاتشون نمیدن یا بعضا اشکال دارن دوشون دیگه ضربه ای دادن به سیستم اقتصادی میزنن، به سیستم فوتبال داره ضربه میزنه، با یک جرایم بسیار بالا شده مثلا دو سال سه سال محرومیت بکشن، نتونن تو عرصه فوتبال از خودشون چیزی رو نشون بدن، یه همچین برخوردی بشه، این اولا یه مقداری شفاف میکنه که مشخص بشه این طرف میدن. ثانیا هر آرزه ای که بازیکن داره، یعنی اگه بازیکن میخواد مشکل پیدا کنه، مشکل عقلی نه، به همون اندازه هم باید ایجنتش هم تنبیه بشه، چون کار ایجنت این نیست که باید قرارداد ببنده بره پولشو بگیره بره، دائم باید در ارتباط بشه، برای اینو متوجه بکنه که چه کاره چه مسئله قانون جده، این هم باید داشته باشیم اینا، که اگر این کار خوب صورت بگیره ما خیلی از روابط حاشیه‌ای هم نخواهیم داشت. اون موقع بحثای حاشیه یا خود باشگاه میرفت مواظبت میکرد، چون اگر یک مسئله بیش میومد برای بازیکن آسیبشو تیم میدید، اثری هم از ایجنت نبود، اون پولشو گرفته و رفته بود، ما میموندیم اون حاشیه، در صورتی که اون باید مواظبت بکنه که آقا شما اصلا اجازه یه همچین فعالیت هایی در صحنه های اجتماعی، در صحنه های عمومی اقتصادی نداری، که این عارضه است برای تیم. اینا رو بایستی ما رب بدیم، ارتباطی بدیم با همین مسائل درآمدی، با مسائل مالیاتی، که اگه مشخص بشه خیلی راحت روشن باز این مطلب عنوان میشه. راهکار شما اینه؟ من به نظرم میاد اگه این کارا ابتدا صورت بگیره، بعد گامهای بعدی و شفافتر شدن این قضیه یه مقدار کمک میکنه، یه مقدار نه خیلی هم کمک میکنه، شفاف شدنی که معلوم میشه این بازیکن با کیه و اگه قصوری انجام میشه اونم متوجه شه. آقای طاهری، یه نکته که مطرح میشه و میبینم از زبان حالا برخی از اهالی فوتبال ما شنیدیم، میگن که یه ایجنتی 40 تا بازیکن داره، 20 تا بازیکن داره توی تیم. آقای جلالی میگفت من توی تیم کار میکردم 14 تا بازیکن مال یه ایجنت بود، وقتی یه بازیکن رو کنار میذاشتم 13 تا بازیکن دیگه برام بازی نمی‌کردن. شما خودتون این مسئله رو آیا بینه دیدین روایت؟ بله، اون زمانمون بعضا میشد که این یه زنگ خطری برای خود ما بود،
و ما سریعا اینو بهبود بخشیده. اما این لازمش همون سازمان های بالادستی هستن بود کنن، چه بسا که در تکمله این صحبت بنده به لحاظ راحل ها حد و حدود بذاریم برای ایجنت ها، یا تعدادی یا مبلغی، که آقا این سقف کار توه، که اینا دیگه محدودیت براشون ایجاد بشه که بر اون اساس حالا در حوزه داخلی و حوزه برون مرزی خودمون اینا میتونن برون مرزی حالا کارشون بکنن، و در حوزه محدود مرزی خودمون اینا چه حد و حدودی دارن، حالا یا به لحاظ تعداد بازیکن یا به لحاظ مبالغی که مترتب میشه براشون. خب اینا یه مقدار کمک میکنه. شما خودت چیکار کردین تو پرسپولیس که تونستین کمک اون موضوع رو حل کنیم؟ ببینیم ما یه مقداری نگاه میکردیم به رابطه ها، بعضا میدیدیم که نقش همین فشاره، به جای نقش ارشادی نقش فشار داره میاد. سریعا اینو ما ارتباط میبستیم، که حتی بعضا خیلی اینا رو تو دیگه ساختمون باشگاه را نمیدادیم ایجنت ها رو. بله خیلی آشوده را ندادیم به همین خاطر تیم، بعد بازیکن رو تحت فشار نمیذاشت. نه بازیکن دیده بود که من هیچ اختلافی از نظر دیدگاهی به خود بازیکن ندارم، اما این نفر داره گمراه میکنه. بعضا میشد اعتصاباتی که مثلا ما میدیدیم از هم میشد، بعضا بازیکن ناراحت میشد، بعد میدیدیم که از یه جایی فشار میاد که بازیکن نرو تو زمین، بازی نکن، تمرین نکن. این کارا رو ما میدیدیم، بعد میدیدیم اثرش اینجاست که اونا رو ارتباطش قطع میکنه. یا مثلا آقا فلان بیانیه رو ما دادیم از طرف فلان بازیکن، روش رو حق ندادی بدیم، برای چی این کار کردیم؟ خواهی ما نمیکردیم مثلا بدتر میشه. خود رو چرا تشخیص تو بود میدی؟ تو از کجا تشخیص برای باشگاه و فوتبال ما داری انجام میدی؟ و اثرات منفیش رو تو میای جمع بکنی؟ که شده بود ها، یعنی با اون بیانیه و با یه گفتار نابجا کلی ناراحتی در هوادار مثلا ایجاد میکرد، واسه که مثلا اینقدر مطلبی نبود که بخواد بزرگ نمایی بشه. خب ببینید شما وقتی اینو میدیدی سریعا ارتباط قطع میکردیم، و خیلی جالب بود هیچ وقت بازیکنم هیچ ناراحتی ایجاد نمیکرد، چون دیده بود ان نجات و فسد رو دیده بود،